احمد سعیدی خبر مرگ اشرف غنی را تایید کرد. بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد، اجرای مانور نظامی ملا یعقوب در قلب بدخشان، افزایش قتل‌های مرموز در فاریاب و حدود 2000 پناهجوی افغان در ایالت ماساچوست آمریکا اسکان داده می شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده است که شاهراه کابل جلال آباد به دلیل پاکاری ساخت تخریب شده و استحکام کاری ساحات زیر خطر مسدود شده است. این شاهراه عصر روز دوشنبه 14 در ولسوالی سروبی کابل بسته شده است. وزارت فواید عامه در اطلاعیه از رانندگان و مسافرین خواسته که تا اطلاع بعدی از سفر در مسیر این شاهراه خودداری کنند. شاهراه کابل جلال آباد اخیراً دو بار در پی ریزش کوه در ولسوالی سروبی بروی ترافیک مسدود شده است. در یکی از این مورد لغزش کوه منجر به کشته شدن 4 نفر شد. حدود 2000 پناهجو افغان در ایالت ماساچوست آمریکا اسکان داده می شود. 8 صبح کابل، مسئولان مؤسسه بین المللی نیو انگلند در ایالت ماساچوست آمریکا می گویند این ایالت ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را دارد. رسانه های آمریکایی روز سه‌شنبه 5 گزارش دادند که قرار است تا پایان ماه آینده حدود 2000 نفر از پناهجویان افغان در ایالت ماساچوست جابجا شوند. ماساچوست انتظار دارد دو برابر بیشتر از آنچه که پس از تسلط طالبان بر افغانستان پیش بینی کرده بود پناهجویان افغانستان را بپذیرد. پیش از این رقمی که برای اسکان مجدد در این ایالت در نظر گرفته شده بود 1100 پناهجو بود که این رقم قرار است دو برابر شود. گفتنی است که تعداد پناهجویان افغان در ماساچوست بیش از سایر ایالت‌ها در شمال شرق آمریکا است. افزایش قتل‌های مرموز در فاریاب. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت فاریاب میگویند که جسد یک تن را از ولسوالی خان چهارباغ این ولایت پیدا کردند. مسئولان امنیتی طالبان در این ولایت میگویند که جسد این فرد پس از 6 روز دوشنبه 14 از ساحه دشت آس ولسوالی خان آباد پیدا شده است. در جسد این فرد که از سوی نیروهای طالبان به شفاخانه ولسوالی اندخوی منتقل شده است، اثری از اصابت مرمی و یا خفگی دیدن نشده است. ملا یعقوب به صورت زمینی وارد بدخشان شد. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان شام دوشنبه 14 با کاروان در حدود 40 موتر به صورت زمینی از ولایت تخار وارد ولایت بدخشان شد. خبرنگار رها از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد که ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان با حدود 40 موتر امراهی از ولایت تخار وارد بدخشان شده و در حال حاضر در ساختمان ولایت بدخشان ساکن است. وی گفت که شماری از مقام‌های محلی طالبان نیز تا ولسوالی کشم این ولایت به استقبال ملا یعقوب رفته بودند. او با بیان اینکه شهر فیض‌آباد حالت نظامی به خود گرفته میگوید شمار زیاد از نیروهای امارت اسلامی با لباس‌های نظامی، تانک‌های زرهی و سلاح‌های سبک و سنگین در کوچه پس کوچه های شهر فیض‌آباد مستقر می باشند و بیرق های امارت نیز بیش از پیش به منظور استقبال از ملا یعقوب آویزان شده است. خبرگزاری دولتی باختر پیشتر گزارش داده بود که ملا یعقوب به ولایت قندوز سفر کرده و از قول اردوی 217 عمری دیدن کرده است. و در پایان، احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با سلام و درود، گرچه من باور ندارم که این خبر حقیقت داشته باشد، اما بعد از ظهر روز گذشته تعدادی از رسانه ها نوشتند که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور دچار سکته مغزی شده و به شفاخانه شیخ زاهد انتقال یافته است. ولی من به این عقیده هستم که اشرف غنی سکته مغزی کرده باشد یا نکرده باشد، مریض باشد یا نباشد، او زمانی که کشور را ترک کرد و افغانستان را دچار بحران فراگیر ساخت، اشرف غنی عملاً برای ملت مرده است. او دیگر زنده نیست. بنابراین سکته مغزی، مریضی یا
زنده و مرده اشرف غنی دیگر قابل تفسیر نیست، چون او برای ما تمام ملت افغانستان مرده حساب می شود، نه زنده. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر، بدرود.